سلام به دوستای خوبم، با یه آنباکسینگ دیگه در خدمتتونم. این سری با یکی از مجسمه‌های دیگه از سری مجسمه‌های آیرون استودیو از مورتال کمبت که سال پیرو هستش. قبل‌تر شاو کان و گورو و ریدن رو براتون آنباکس کرده بودم که این همین چند ماه پیش به تازگی سکورپیون و ساب زیرو هم ریلیز شد که می‌بینیم که با هم آنباکسینگش رو شروع کنیم. خب ابتدا من باکس آرتش رو نشون بدم. اینجا نمایی از خود مجسمه رو میبینین و پشت باکس هم که ساب زیرو رو در واقع کل مجسمه رو که در واقع عکسش اینجا هست کنارم که چیز خاصی نداره و بریم که شروع کنیم. پس از زمان معرفی دیرترین ریلیز برای سکورپیون و ساب زیرو بود که فکر کنم تقریبا یک سال و نیمی طول کشید تا ریلیز بشه نسبت به اون معرفی اولیه که دیگه فعلا 5 تا کاراکتر از کمبت ریلیز شده و قراره سونیا و باراکا هم به زودی عرضه بشن توی سال جدید که اونا هم حتما توی این پیج آنباکسینگ رو میبینید. خب این باکس رو برمیداریم. خب حالا من یه کلی نشون بدم تا در ادامه محافظاش رو بردارم. همونطور که میبینید بیس رو میبینیم با ساب زیرو و اینم که دستش که جدا متصل میشه. من محافظاشو برداشتم که بتونیم راحت‌تر ببینیم مجسمه رو و کارمون ساده‌تر بشه. خب اول با بیس شروع می‌کنیم. نشونتون بدم. بیسش خیلی جذابه، مخصوصاً این یخ‌هایی که کار شده و جمجمه‌ها. تو این بیسایی که تا الان دیدیم از آیرون استودیو، این یکی از بهتریناست. خود ساب زیرو کلا دیزاین خیلی جذابی داره این ساب زیرو، حتی به نظر من از سکورپیون هم جذاب تره تو این مجسمه این سری. اینجا خوش قرار میگیره به این صورت و در آخر هم که دستشو میذاریم مربوط به فتالیتی معروف ساب زیروه که ستون فقرات در جا در میاره، خیلی هم آیکانیک و مجسمه کامل میشه. اسمبلی راحتی داشت. البته پاش خوب جا نرفت. خب من یه دور تا دور نشونتون بدم. چهرشم خیلی خشن و باحال طراحی شده. دستش هم یه حالت شفافی داره اینجا که خیلی جذابش کرده که اون افکت یخ و قشنگ حس میکنین. اونان دیتیل فوق‌العاده‌ای داره، یکی از بهترین های آیرون استودیو. مرسی دوستان که این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم که لذت برده باشین. تو ویدیوهای بعدی همراه ما باشین که میخوایم سکورپیون رو آنباکس کنیم از همین سری که ست همین کاره و در آخر هم که با کل مجموعه حتما براتون ویدیو میذارم که در کنار همه ببینین چطوریه. مرسی، تا آنباکسینگ بعدی، خدا نگهدار.